اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکنه؟ من عرض میکنم دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنن، دل سرد میکنن، توجه نمیکنن که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج است، ناامنی است. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند. انتخابات تحول ایجاد می کند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول است مورد بی‌اعتناییشون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه این. این اشتباهه. این به ضرر کشوره. به ضرر کشوره. به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای اینکه مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو هی جلوه چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی و آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکیه. آمریکا بیشرمانه قطعنامه شورای امنیت را برای قطع بمباران و آتش بس فتو میکنه، بیشرمانه. اینا با هم فرقی نداره، اینا یکیه. یعنی چه فتو میکنه؟ یعنی همدستی میکند در ریختن بمب بر روی کودک و زن و بیمار و پیر و مردم بیدفاع. آبروی آمریکا رفت، نقاب از چهره
تمدن غربی افتاد در این حادثه. پیروزی بزرگ ملت فلسطین در این است که غرب را، آمریکا را، ادعاهای دروغین حقوق بشری را بی‌آبرو کردند.